کنفرانس بین المللی ژنو با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، کمپ اشرف، وظایف ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان، 19 مرداد 1390، 10 اوت 2011. منتخبان مردم سوئیس، شخصیت‌ها و حقوقدانان محترم، دوستان عزیز، من از جانب هموطنانم، از جانب خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی و از جانب ساکنان اشرف به ژنو آمدم، یعنی به شهر حقوق بشر، به شهر پناهندگی و شهر ملل متحد، تا صدای آنها را برای احقاق حقوق پایمال شدهشان به گوش شما برسانم. همچنین در ابتدا به پروفسور کاظم رجوی، سمبل دفاع از حقوق بشر ایران، درود می‌فرستم که تروریست‌های اعزامی از تهران او را در اینجا به گلوله بستند. او گفته بود ما حقوق بشر را با خونمان می نویسیم. مطمئنم که اگر امروز کاظم اینجا بود، از این همه سکوت و بیعملی سازمانهای بین المللی فریاد برمی آورد و این را خیانت به حقوق بشر توصیف می کرد. مطمئنم که بعد از کاظم بسیار بسیار مدافعان حقوق بشر راه اون رو پیگیر ادامه می دهند تا حقوق پایمال شده هم مردم ایران هم سراسر دنیا رو به دست بیارند و اجازه ندند که در زیر نعلین و سم ستوران دیکتاتورها همچنان پایمال شده باقی بمونه. حالا حدود 4 ماهه که ایرانیان و خانواده های ساکنان اشرف
اینجا در ژنو تحصن کردند. این تحصن طولانی همچنان که تحصن ها و تظاهرات بیوقفه ایرانیان در واشنگتن و پایتخت های اروپایی، این سوال را در برابر جامعه جهانی و مشخصاً ملل متحد و ایالات متحده قرار می دهد که آیا به مسئولیت غیر قابل انکاری که درباره حفاظت اشرف دارند عمل خواهند کرد یا نه. فکر می کنم که ممانعت غیر منطقی و گستاخانه مالکی از دیدار هیئت پارلمان اروپا از اشرف و همچنین دیدار هیئت کنگره آمریکا از اشرف به اندازه کافی گویای مقاصد شوم اوست. هفته پیش نخست وزیر عراق یک قدم فراتر گذاشت و از صدور 121 حکم دستگیری علیه ساکنان اشرف خبر داد. اون اعلام کرد میخواهد علیه کشورهایی که به ساکنان اشرف پناه بدهند و حتی علیه دادگاه‌هایی که مانند اسپانیا شکایت‌های آنها را پذیرفته‌اند شکایت کند، زیرا آنها به حاکمیت عراق تجاوز کردند. در دنیای امروز از نظر دیکتاتورها همه معانی به طور کامل وارونه و واژگونه شده. اگر آقای مالکی میتوانست آنها را حتما تحویل جوخه‌های مرگ یا زندان‌ها و شکنجهگاه‌های مخفی هم میداد. او به نامگذاری تروریستی مجاهدین از طرف وزارت خارجه آمریکا استناد می‌کند تا خدماتی را که فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای سرکوب مخالفان و آزادی‌خواهان در ایران نیاز دارد عرضه کند. اخیراً وزیر اطلاعات ملاها تصریح کرد که برای انهدام هرچی سریع‌تر مجاهدین هماهنگی‌های لازم را با عراق انجام داده است و انجام خواهد داد. در اشرف شکنجه روانی به طور شبانه روزی با 300 بلندگو ادامه دارد. به دلیل محاصره ضد انسانی مجروحان حمله 19 فروردین با خطر از دست دادن جان خود مواجهند یا به طور فزاینده‌ای متاسفانه دچار نقص عضو می شود. دو سال و نیم است که در اثر انتقال حفاظت اشرف از نیروهای آمریکایی به مالکی که از ابتدا با اعلام مخالفت ساکنان اشرف و همچنین مخالفت وکلا و بسیاری مجامع مدافع حقوق بشر مواجه بود، حق حیات، حق سلامتی، حق درمان، حق رفت آمد، حق کار، حتی حق دیدار با وکیل و حق دیدار با اعضای خانواده و حق شکایت و تمام حقوق بنیادین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف به طور کامل سلب شده. 47 نفر کشته شدند، 1071 نفر مجروح شده اند و شماری در اثر محاصره پزشکی درگذشتند. حتی سند جواز دفن به خانواده و دوستان درگذشتگان داده نمی شود.